ارامنه خیلی ما زیاد داشتیم تو تیم ها. بله. بسیار آدم های با محبتی هم و با تعصب. بله. رایکوف اونجا که تو تاج ورزشی آدمه نوشت که پدیده جدید رایکوف بوفالو، یعنی ما نمیدونیم از روز اول ریشمون خورد به بوفالو و بعدم هرچی مسئله ساختمونی بود لقبای من بود، اوتون آرما و تیراهن و از این چیزا، یعنی برعکس اونایی که اسماشو اسمای ایتالیایی و کلمات خیلی قشنگ بود، مال من بیشتر به مسئله ساختمانی میخورد. حسین عسکری کشتیگیر بود، قهرمان آسیا هم بود، قهرمان جهان، مثلا مدال دومی یا سومی داشت، مربی کشتی ما بود. بعد من خب با بچه ها تو کوچه توی مدرسه فوتبال بازی میکردم، آقای عسکری به من گفتش که برو فوتبال شینم، فوتبالت خوبه. و من تمرین فوتبالم تو اختیاری میکردم، خدا بیام از ناصر نوروزی، فامیل آمجید و فراد نوروزی بودن تو اختیاری، آقای روشن بود، امیر آبدینی بود، بعد چند تا از فوتبالیست هایی که آقای مهدی دیمرزاده بود اینجا بازی میکردیم تو اختیاری. دیگه گفتن که آقای نوروزی گفت بیا بریم نظام آباد، آقای رایکوف برای استعدادیابی زمان گذاشته بود، ما هم رفتیم. منم با حسین زرابی که بعدن تو همین جوانان استقلال بود در پاس بازی کرد که جام تخت جمشید هم ایشون تو پاس بود. دیگه رفتیم اونجا دیدیم 300 تا بچه ها توی این سکوها نشستم، من گفتم لابد مسابقه است، گفتن نه همه اومدن برای انتخابی. اصغر با تعصب که خدا رحمتش کنه، هر وقت سر خاک مادرم میرم پلو برام شفیعی، میرم اونجا تو همون امامزاده، مادرم از اصغر با تعصب اون اسمش گذاشت تو بازی سنگاپور. بله. که اولین بار اون صدام کرد. به بعضی هم میخواستم میگم آقا پولی نداره برای من، هیچ جایگاهی نداشته. اونایی که گذاشتن رفتن، اونایی که به خاطر پول رفتن تغییر باشگاه دادن. من هیچ موقع به اون آدمو نه اعتراض کردم نه خواستم که یه جایگاه خاصی برای من قائل بشن، که خدا رو شکر تا الان شاید غیر از فراموشی باشگاه برای اصغر آچری هیچ منافعی نداشته. پس وقتی که نگاه میکنم این بازیکنی که همه عمرش رو باعث بره و این باشگاه بازی کنه، اما بره توی فراموشی تاریخ و ببینم کسایی که راحت این باشگاه رو پول گرفتن رفتن جای دیگه، باز برگشتن، باز فلان کردن، دیدم جز فراموشی چی نداشته. خدا رو شکر الحمدلله هیچ جایگاهی نداشته. برای همین این فقط دلیه، یعنی بین من و خودم و باشگاه، نه باشگاه. باشگاه منظور اون لوگو باشگاه. من گاهی قد که بچه ها لوگو رو ماش میکردم، گفتم این لوگو رو ماش نکن، چون وقتی که برای یه قسطتون عقب میفته تعطیل میکنین، اینو برای چی ماش میکنین؟ من همیشه بهشون راست و حسینی میگفتم، بچه های با معرفتی هم هستن ها، یعنی میخوام بگم اشکال کار از بازیکن نیست، اشکال از کسی که پشت اون میز نشسته. کاشکی بوریا قفوری رو به خاطر بوریا رو به خاطر اینکه تو این پست ما احتیاج به یه بازیکن جوانتر داشتیم، بوریا رو برمیداشتیم. کاشکی این بود، چون به هر حال هر کسی تو هر پستی بازی میکنه یه زمان افت داره، یه سن و سالی داره. بله. یه جایی نقطه اوجشه، یه جا نقطه ایه که داره افت میکنه. خب کاش که اینجوری بود، اما کاری که با اون آدم کردیم، حالا با توجه به اینکه یه عده جمع شدن که آدمای با احساسی بودن اومدن وریا رو ازش قدردانی کرد، اما و امروز دیگه فراموش کردم وریا رو. ما وریا رو فراموش کردیم، ما
اون روز کرامت انسانی یه آدمی که رو مثل یه آدمای دیگه مگه مملکت همه انتقاد میکنن، انتقاد میکنن از چیزایی که باید درست بشه. بوری هم یکی از اونا بود. چرا فکر میکنی باید بزرگش کنیم که مثلا بقیه صحبت نمیکنن؟ آقا موقعی که مشکلات مدنی هست، ایشون به عنوان یه فوتبالیستی که طرفدار زیاد داره، به عنوان اون آقا راجع به موضوعاتی که مردم مثلا بازنشسته ها اعتراض دارن، من خودم بازنشستم، به عنوان این که آقا اگر قیمت ها بالا میره باید حقوقای ما هم بالا بره. خب این چرا یه اسم دیگه بد میخواییم روش بذاریم که اینقدر بزرگش بکنیم؟ چرا باید از حرف وریا فکر کنن یه عده بترسن یا مثلا تصویرش رو تو تلویزیون نذارن؟ بعد خیلی هم بیان از بغل این سوء استفاده کنن که آقا مثلا اگر ما رفتیم یا اومدیم به خاطر این آدم شد. نه، وریا حرف دلش رو زد، حرف همه مردم بود، چیزایی که همه مردم تو تاکسی، اتوبوس، کارمندا، شاید خود کارمندای دولت که کار میکنن راجع به حقوقشون، راجع به گرانی با هم دیگه صحبت کنن که آقا شیر رو خریدم 4000 تومان الان شده 25000 تومان. خب این چرا اسم اینو دارین عوض میکنین؟ چرا میخواین اسمو یه شکل بد بدی، یه چیز ترسناک؟ خب دیدی چی گفت؟ چی گفت؟ آقا مردم مشکلات دارن، بازنشا مشکلات دارن، جوانان برای کارشون مشکلات دارن، مسکن خب گرون شده. چی بگن؟ مثلا بگن نه خیلی خوبه، همه چی گل و بلبله؟ نه، این اجازه رو همه دارن توی این مملکت، میزنن تو راه میری تو خیابون همه دارن انتقاد میکنن از گرانی و این چیزا. کسی که خودش طلا فروشه میگه آقا نمیدونم چه خبر شده یه او سکه 6 تومانی فرضاً شده 19 تومن، خودش طلا فروشه باید کیف کنه، اما میگه خب اگر این بیاد پایین 6 تومن بشه مردم میخرن، مردم برای زنشون گردنبندی میخرن، اونا برایشون بنا میوه فروشا برای چی کمتر میوه میشه؟ تو خیلی اجلاسا دیگه میوه نمیتونن ماچنای بزنن. خب این حرف یومیه است و بوریا رو کاش که به خاطر فنی بودنش میذاشتن کنار و من میپذیرفتم، اما ما بوریا رو کرامت انسانیمون زیر پا گذاشتیم. بله. و همه اون آدمایی که اونجا هستن و همین بیخیال شدنشون، اینکه اون آدما میتونستن چون هنوز تیم نشدن، اگه همه با هم تیم شدن، اگه سرمربی که اصلا نبود، سرمربی هنوز فکر نمیکرد که بخواد بیاد، سرمربی هر کسی دی بود، حتی فراد مجی هم بود، اعتقاد داشت آقا این دفاعی که آوردیم سرعتش بیشتر از وریاست، من اینو لازم دارم. وریا الان جایگاه فنی تو استقلال نداره. همه باید میپذیرفتیم با ما کسی که مدیریت فنی تیمو داره، سرمربی فردا باید جوابو بده، هرچقدر که ایش که جواب نمیده. اما ما اومدیم کرامت انسانی این بچه رو که سالهای سال برای استقلال زحمت کشید، با گلایی که زد مردم رو شاد کرد، ما اومدیم اون رو بین بردیم که فکر کنم که ما پا گذاشیم رو جوان مردی. دیگه کسی نمیتونه از جوان مردی و کرامت انسانی حرف بزنه، ما داریم خودمون لهش میکنیم و این مربوط به همه میشه. بوریا به هر حال زندگیشو ساخته، مردم دوستش دارن. گفته علی دایی که بهش گفتن آقا چرا سرمربی تیم ملی نشدی، یه حرف خیلی قشنگ زد و منطقی، میگفت نمیخواستم جایگاهی که الان توی این مردم من دارم، ببین چقدر مردم براش مهمه، چقدر آدم کیف میکنه تو خیابون را بره این مردم مثلا بگن آقا سلام دمت گرم عاشقتیم. ببین
من فکر کنم اون لحظه به اندازه یه برج میلاد رو بدن ارزش نداره به اعتقاد من، چون من دلی زندگی کردم. خب یه چیزایی به ما چسبوندن که به عنوان تنها بازیکنی که توی تاج و استقلال یه پیرهن پوشیده، برای بعضی‌ها نه، برای همه دیگه منسوخ شده. چیزی هم الحمدلله بابت این کار نصیب من نشده که بگن آقا اگر شدی پولشو گرفتی. اما من یه قرارداد بستم رولا با مردمی که شاید خیلیشون الان تو این دنیا نیستن و خیلیشون موهاشون سفید شده، خیلی هاشون که سایه ای من یادشونه و یادگارای باباشونه. من بعض وقتایی که میرم یه احکایی حالا کسی بشناسه، پرسپولیسی به خصوص باشه، چون خیلی ها تعجب میکنن که میگن آقا این پرسپولیسی ها شما رو دوست دارن. میدونیم برای چی؟ برای این که من تمام اون سالها مصاحبه که داشتم، بازی داشتم با پرسپولیس، بازی داشتم، همه میدونستن مثل یه گرگ درندهی که سالها گرشنه بوده حمله میکردم، اما توش کرامت انسانی بود، توش معرفت بود، حریف روبرون برام آدم بود، انسان بود. میزدم اما بلند میشدم، ماچش میکردم، بغلش میکردم. هیچ موقع راجع به پرسپولیس من هیچ مصاحبه ای نکردم. یه دونه شما سراغ نداری که انتقاد بکنم، چون اصلا پرسپولیس به من ربطی نداشت. من راجع به تیم خودم انتقاد نمیکنم. تیم پرسپولیس وجودشون با تیم تاج و استقلال که شد استقلال، این دوتا برادری هن که ارثیه بردن. گاهی اوقات اون میگه ارث بابامون کم رسید، گاهی اوقات این ارث، اما این دوتا برادر هر کدومشون نباشن لطمه میخورن. برای همینی که من همیشه دلم بخواد که پرسپولیس بمونه، خوبم بمونه، که استقلال کیف بکنه، چه تو بردش. این دوتا لازم و ملزوم هم دیگه. من سالهای سال پشت ناصرخان نبودم، جلوی تمام اینایی که مخالف بودم با ناصرخان من پشتش نبودم، من جلوش بودم. یعنی جلوش بودم، سپر جلوش بودم، که من خیلی چیزا رو از نظر مالی شاید از دست دادم. اگر رفته بودم زیر بیدقه کسی دیگه زندگیم تغییر میکرد، اما به خاطر رفتارهای آقای حجازی، رفتارهای انسانیش، کرامت انسانیش، واقعا نوع زندگیش، نوع رفتارش، دوست داشتن مردم. خب لحظاتی که من بیشتر از زن و بچه هم و اونم بیشتر از زن و بچه با من بود. بله. ما دوتا اینقدر که با هم بودیم با زن و بچه هامو نبودیم. خیلی چیزا بین من و اونه که خاک میشه، فقط اون که رفته، منم بعد رفتنم، چون قبلش هیچی در مورد اون چیزایی که بین من و اون گذشت فقط میتونه با دفع شدن من اون خاطرات با من حذف بشه، چون چیزی نیست که گفتنی باشه. ما رفتیم زوبان مربیگریمون با نسخان بعد استقلال رفتیم زوبان، بعد مدیر باشگاه هم آقای تاج بودن، رئیس کارخونه زوبان هم آقای اسلامیان، بسیار مرد خوبی بود. بعد با ناصر خدا بیاموز رفتیم اونجا، آقای کفمی اون موقع تو آباده برای مجلس ثبت نام کردن. آقای رمضانی سرپرست بود، اومد به من گفت از قرار آقای تاج و آقای اسلام، من گفته شما برین برای ستاد آقای کفن. گفتم نرو بگو، چون نسخان نمیاد از این چیزا هم فرار میکنه، مثلا اهل این حرفا نیستش، اینو بیاد و تو ستاد. دلیلش هم به خاطر اینکه شناخته نداره، دوست نداره. گفت نه آقای تاج گفته. گفتم حک گفت نرو اونجا. آقا گفت نه من باید خبرشو بدم. رفت پلان آزخان، دیدم صدای ناسخان در آمد، گفت آقا من ما رو بردی اینجا رای جمع کنی، من
این آقا رو نمیشناسم. به هر حال نشد بریم و شانس منو ناسقان زد، ایشون انتخاب نشد. بعد آقای اسلامیان رفتن برای سپاهان، یعنی از زبان جدا شدن، مدیریت جدید اومد برای کارخانه زبان، آقای کفمی شد دیجا آقای تاج. هنوز از آباده راه نیفتاده، گفت اول اون دوتا رو بیرون کنی، اول اون دوتا رو بیرون، ناسخان با من. بعد ما همیشه قابلمه اینا میبردیم، نازی خانم برای ما غذا خورش درست میکرد، ما هم برنج من دم میکردم، دوتایی با ناصر با هم میخوردیم، افریزه میبردیم خورش رو داغ میکردیم و میخوردیم. دیگه بالاخره قابلمه ای داشتیم برای خودمون، چیزایی که مربوط به آشپزخونه بود از تهران آورده بودیم. بعد داشتیم همینجا قابلمه رو عوض میکردیم، بهش گفتم آقا جون خب 10 دقیقه میرفتیم حالا چی میشد؟ یهو گفت از زیر بار این چیزایی که تحمیلیه نیست، ما که این آقا رو نمیشناسیم، چون نمیشناسیم که نمیتونیم مردم بهش رأی بدن، یه شناخت داشتیم. بعد یکی از اون چیزا همون بود که میخوام بهت بگم، یه چیزایی مربوط به و مردم خیلی دوست داشت و تو خیابون باورت نمیشه ساعت 12 شب 1 شب مردم میدیدنش، وا میساد باشون عکس مینداخت، باشون حرف میزد.